روز گذشته در خبرگزاری داخلی ایران صحبت دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انعکاس داشت، اما ظاهرا مثل این که این خبر لازم هست که بیشتر رمزگشایی بشه و کدواژه‌هایی که به کار رفته رو بیشتر باز کنیم و روانشناسی این مطالب عنوان شده رو هم در نظر بگیریم. ندیدم چندان در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته بشه و در خبرگزاری و رسانه های خارج از ایران هم فارسی زبان ها چندان توجهی بهش نکردن، در حالی که صحبت بسیار مهمیه و نکات بسیار مهمی در اون هست که من خدمت شما عنوان خواهم کرد. خبرها در خبرگزاری فارس، تسنیم و مهر همچنین کار شده. صحبت های سردار پاسدار رحیم صفوی و پاسدار سلامی هست که دوتا از فرماندهان سپاه پاسداران هستند. رحیم صفوی سرمانده اسبق کل سپاه پاسداران هست و فرمانده قدیمی سپاه پاسداران و سلامی فرمانده فعلی سپاه پاسداران هست. این صحبت ها رو این دو فرمانده در بزرگداشت سالروز قرارگاه سارالله صحبت کردند و خوب اشاراتی رو داشتن به قرارگاه سارالله، مأموریتی که قرارگاه سارالله داره، اما نکاتی که در این صحبت ها هست اونها مهمه. این که در این صحبت های زیادی کردن، صحبت های در رابطه با سید علی خامنه ای کردن، صحبت های در رابطه با خود قرارگاه سارالله کردن، ما وارد اون جزئیات نمیشم. ما چند نکته از صحبت های اونها رو جدا کردن به اونها میپردازیم. بسیار اهمیت داره، بسیار توجه بکنیم به این موضوع. خدمتتون خواهم عرض کرد که چه نکات مهمی در این صحبت ها هست. صحبت های اول برمیگرده به رحیم صفوی. اونطور که در خبرگزاری تسنیم اومده، رحیم صفوی اشاره کرده به امنیت پایتخت و امنیت پایتخت رو امروز بسیار حساس دونسته و اگر بخوام عین صحبت ایشون رو برای شما بگم، ایشون عمده خطرات و تهدید رو در پایتخت کشور عنوان کرده و اینکه امنیت تهران در واقع امنیت ایران است. خب به همینجا من یک تاکید کوچولویی دارم روی بحث صحبتی که ایشون کرده در رابطه با اینکه امنیت ایران امنیت تهران هست. خب بیاین یه نگاهی بکنیم به صحبت امنیت و حوزه امنیت و در واقع عمق استراتژیک و امنیت دفاعی کشور که پیش از این صحبتش میشد. تا پیش از این صحبت از این بود که عمق دفاعی کشور، عمق استراتژیک کشور، عمق امنیت کشور در مرزهای سوریه است، در مرزهای لبنانه، در یمنه، در افغانستان و عراقه و اسرائیل در مرزهای خودش باید درگیر باشه و داعش در عراق و سوریه باید درگیر باشه و خب همیشه هم میگفتن که به مردم ایران که اگر ما نباشیم شما هم امنیت ندارید. و نکته جالبی که امروز بعد از گذشت این مدت میبینیم که از دهان شخصی به اسم رحیم صفوی، خوب دقت کنید، رحیم صفوی فقط فرمانده سابق سپاه پاسداران نیست، امروز مشاور عالی علی خامنه ای، ایشون دستیار و مشاور علی خامنه ای در امور دفاعی و نظامی و امنیتی هست. وقتی ایشون میاد میگه که امنیت ایران امنیت تهران هست، یعنی در اصل اون عمق دفاعی و استراتژیکی که تعریف کرده بودن دیگه در سوریه و لبنان نیست، حتی در شهرهای مرزی کشور، در استانهای مرزی کشور هم نیست، بلکه در تهران هست، در زیر گوش نظام. و این نکته بسیار مهمی هست که باید به اون توجه بکنیم. نکاتی که در این صحبت هست، یکی این که احساس خطر رسیده به تهران و انقدر براشون اهمیت پیدا کرده که امنیت ایران امنیت تهران هست و اگر امنیت تهران دست بره در واقع رژیم از بین خواهد رفت، یعنی در واقع عمق استراتژیک اونها امروز رسیده به مرزهای استان شهر تهران، حتی استان تهران نه شهر تهران، و این در واقع بیانگر نکات بسیار مهمی هست از اینکه اقتدار نظام شکسته، دستگاه امنیتی به شدت تضعیف شده، قدرت امنیت، تأمین امنیت در سراسر کشور وجود نداره و امروز تهران مهم است و پایتخت دیگه در واقع آخرین سنگر مونده برای
مقامات نظامی و امنیتی کشور هست که میبینیم اومدن در بزرگداشت روز قرارگاه سارالله دارن این حرف رو میزن. خب شاید برخی ها بگن که قرارگاه سارالله و کارش تامین امنیت تهران هست، خب بله این حرف صحبتش درسته، اما اینکه وقتی یک مقامی در یک چنین جایگاهی برمیگرده میگه امنیت ایران امنیت تهران هست، این یعنی در واقع یک عقب نشینی بزرگ از اون چه که پیش از این گفته میشد که امنیت ایران عمق امنیت استراتژیک ما در سوریه و لبنان و عراق و افغانستان و یمن هست. و در واقع اتفاقات این روزها در بیرون از مرزهای کشور، در داخل مرزهای کشور، اعتراضات و اعتصابات و حملات به مواضع ایران در دیگر کشورها، اتحاد و ائتلاف بین برخی از کشورهای همسایه و کسانی که کشورهایی که در واقع ایران اونها رو تهدید میکنه، مقامات نظام رو امروز به اونجایی رسونده که امنیت امروز امنیت تهران هست و این بسیار مهمه. باید به این نکات توجه بکنیم دوستان. بایستی روانشناسی بشه، باید کدها باز بشه، بایستی رمزگشایی بشه از صحبت های مقامات. این که برخی از کارشناسان در برخی از رسانه ها میان تیتر خبر رو عنوان میکنن، کارشناس هم تیتر رو تایید میکنه و بعد هم اشاره به تیترهای مشابه در تاریخ های متعدد با دادن تاریخ و ارقام و این چنین در واقع کار تحلیلی میشه، این کار تحلیلی نیست. در خیلی از رسانه ها من دیدم که توجهی نمیشه بهش متاسفانه در بسیاری از رسانه ها، و برخی، حالا نه همه، برخی از همکاران عزیز من در برخی از رسانه ها اصلا توجهی به این موضوع ندارن. همکارانی که در گذشته من با ایشون همکاری داشتم و توجهی به این موضوع ندارن که باعثی رمزگشایی بشه از صحبت های این مقامات، باعثی اون بن و کنه صحبت اینها برای مردم باز بشه و حق مردم هست که بدونن در پس ذهن این مقامات چی داره میگذره. خب آقای رحیم صفوی در صحبتهای خودش، من صحبتاش عیناً برای شما میخونم، ایشون گفته که امنیت تهران در واقع امنیت ایران هست و اولین و مهمترین منطقه حیاتی کشور تهرانه. خوب دقت کنید به این موضوع. امروز داره این مقام سپاهی، این مقام ارشد دستیار و مشاور علی خامنه ای به عنوان رهبر و فرمانده کل قوای ایران داره عنوان میکنه که اولین و مهمترین منطقه حیاتی کشور تهرانه. معترضین باید به این توجه کنند، کسانی که امروز در کف خیابان هستند، معترضین، کسانی که اعتصاب میکنند، کسانی که ناراضی هستند، به این نکته توجه کنند. دستگاه امنیتی کشور امروز عقب نشسته، امروز خطر رو در پایتخت داره احساس میکنه، امروز خطر رو زیر گوش خودش داره احساس میکنه، امروز خطر رو در پاستور داره احساس میکنه، در خیابان کاخ داره احساس میکنه، در نزدیکی کاخ مرمر داره احساس میکنه. و این نکات بسیار مهمیه که از دل صحبت این مقام نظامی میشه در آورد. من به ادامه صحبت ایشون اشاره میکنم که گفته البته مهمترین قرارگاه برای تامین امنیت تهران که در واقع امنیت کشور به اون بستگی داره قرارگاه سارالله. به این نکته توجه داشته باشین که قرارگاه سارالله همان قرارگاهی است که دستش به خون معترضین و ناراضیان کشور آلوده است، در سرکوب و کشتار مردم در خیابان، در به اسارت گرفتن و زندانی کردن منتقدان، معترضان و حتی کسانی که در واقع از خود نظام هم بودن و در واقع میخواستن اصلاح بکنن به نوعی نظام رو. و این قرارگاه سارالله دستش کاملا آغشته است به خون بسیاری از مردم ایران، به مردم تهران، و در پایتخت شدیدترین و قویترین سیستم سرکوب رو پیاده کرده. و امروز آقای رحیم صفوی میاد میگه که قرارگاه سارالله تهران امنیت تهران رو بایستی به عهده بگیره و امنیت طبق گفته ایشون، من دقیقا جمله ایشون رو برای شما میخونم، امنیت باید از تهران به دیگر استانها بره. من دقیقا این خبر رو برای شما عزیزان میخونم که بتونیم خبر رو باز کنیم، روانشناسیش کنیم. امنیت کشور از امنیت تهران است، از امنیت تهران امنیت به سایر نقاط کشور گسترش پیدا میکنه. یعنی حلقه امنیتی رژیم امروز نظام به تهران محدود داره میشه و این
از یک نظر خب میتونه خوشایند معترضین و ناراضیان باشه و از یک سوی دیگه نهادهای مدنی و بخشای مدنی که در واقع منتقد نظام هستند و بسیار از کسانی که امروز خواستار سرنگونی نظام هستند، این در واقع براشون خبر خوبی میتونه باشه. اما در کنار صحبتهای ایشون، من به صحبتهای پاسدار سلامی، فرمانده فعلی سپاه پاسداران اشاره میکنم. پاسدار سلامی خب میشناسینش، صحبتهایی که ایشون پیش از این کرده بود در بسیاری از جاها مایه طنز و خنده مخاطبان شده بود. ایشون از نظر شعور دفاعی، شعور امنیتی و شعور نظامی، سواد و شعور این حوزه بسیار سطح پایین هست و عجیبه که ایشون در فرماندهی کل سپاه پاسداران میتونه باشه. البته خب از نظر برخی هم چندان عجیب نیست، خب سپاه پاسداران شاید لازم داره که یک چنین فرماندهی اون رو به عهده بگیره. ایشون اومده صحبتی رو کرده که در واقع بسیار مهمتر از صحبتهای رحیم صفوی هست و باید اون رو بیشتر بازش کرد. ایشون هم در مراسم قرارگاه سارالله صحبت کرده، اشاره کرده به اهمیت قرارگاه سارالله برای تأمین امنیت، همون قرارگاهی که کارش اصلا سرکوب هست. ایشون با اشاره به این قضیه اومده گفته که این جمله ایشون رو من برای شما میخونم: تهران لنگرگاه ثبات و آرامش انقلاب است. خوب توجه کنید دوستان، تهران امروز لنگرگاه ثبات و آرامش انقلاب است. زمانی ما آرامش و ثبات انقلابمون رو در لبنان و سوریه به دنبالش بودیم، زمانی ما در پی صادرات انقلاب کشورهای مختلف دنیا بودیم و صحبت از اقتدار در سوریه میکردیم، صحبت از امنیت در لبنان میکردیم، لنگرگاهمون در اونجا بود. امروز ایشون میگه تهران لنگرگاه ثباته و آرامشه. فرمانده کل سپاه ایشون اومده گفته که ما تهران لنگرگاه ثباته و ما اجازه نمیدیم که دست دشمن به حریم امنیت ما برسه. و ایشون داره اعتراف میکنه که دشمن تا زیر گوش ایشون رسیده، تا زیر گوش رهبری رسیده، دشمن امروز به تهران رسیده و میگه ما اجازه نمیدیم دست دشمن به حریم امنیت ما، یعنی به تهران برسه. یعنی دیگه ایشون از سایر نقاط کشور هم ناامید شده، ایشون نگران تهرانه، امروز تهران در خطره. و اینها صحبتاییه که فرمانده کل سپاه پاسداران داره میزنه و بعد به اون بسیار دقت کرد. البته ایشون صحبت دیگه ای هم کرده که من میخوام در اینجا بهش اشاره بکنم و در واقع ایشون اشاره داره به صحبت این که ما باید امنیت رو تولید کنیم. تعجب میکنید از این صحبت؟ امنیت رو تولید کنیم. امنیت چیزی نیست که توسط کسی، جای یا سازمان یا نهادی تولید بشه. ببینید، امنیت چیزیه که از خانواده شروع میشه، از فرد شروع میشه. امنیت فردی، امنیت خانواده، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی و امنیت ملی. و چطور میشه امنیت رو تولید کرد؟ تا به حال شنیدید کسی بگه امنیت رو تولید میکنیم؟ اینجاست که من میگم ایشون از نظر سواد شعور و سواد دفاعی و جایگاهی که درش هست بسیار ضعیفه. امنیت ما تولید در هیچ کجای دنیا امنیت تولید نمیشه. امنیت وجود داره، امنیت در بطن جامعه هست، امنیت یک چیز نهادینه است در جامعه، در یک ناسیون، در یک ملیت امنیت نهادینه هست و نباید گذاشت به خطر بیفته، باید از به خطر افتادن اون جلوگیری کرد. کسی امنیت رو تولید کنه؟ امنیت چیزی هست که تأمین میشه، تولید نمیشه، کالا نیست. امنیت رو نمیشه تولید کرد. در اگر بخوای امنیت رو تولید کنی، دیگه امنیت اسمش نیست، خودش میشه موجب ناامنی. چون امنیتی که تعریف بشه، منافع اون کسی که این امنیت رو تعریف کرده درش لحاظ میشه و منافع دیگران رو به خطر میندازه و این خودش یک ناامنیه. حالا
یک چنین مقامی در یک چنین مقام موقعیت دفاعی و امنیتی کشور که فرماندهی کل یک نیروی بسیار حساس رو به عهده داره میاد یک چنین واژه‌ای به کار میبره. من ادامه صحبت ایشون رو برای شما میخونم. فرمانده کل سپاه با بیان مطالبی که به وضوح نشان دهنده عدم سواد و درک وی از واژه امنیت و اساس آن در ساختار یک کشور و یک نظام هست، از تولید امنیت سخن میگه و میگه باید تولید امنیت کنیم، نه اینکه خوب دقت کنید، تولید امنیت کنیم نه اینکه مانع ناامنی شویم. عزیزان داریم واکاوی میکنیم، داریم موشکافی میکنیم، داریم رمزگشایی میکنیم از صحبت یک مقام نظامی. خوب دقت کنید ایشون چی داره میگه، در کجا، در مراسم قرارگاه سارالله داره این حرف رو میزنه. خیلی مهمه، جایی که قرار تأمین امنیت تهران رو بکنه، جایی که دستش آغشته با خون مردمه. ایشون گفته باید تولید امنیت کنیم نه اینکه مانع ناامنی شویم، نه اینکه مانع ناامنی شویم. دقت کنید، یعنی ناامنی مهم نیست. اگر در جامعه ناامنی هست، اگر در اقتصاد ناامنی هست، برای ما مهم نیست. ما میایم تولید امنیت خودمون رو میکنیم. ما مانع ایجاد ناامنی نمیشیم، ما مانع گسترش ناامنی نمیشیم. ببینید این جمله ایشون رو من برای شما گفتم، این جمله ایشون واو و واو، هیچ تغییری درش نشده. باید تولید امنیت کنیم نه اینکه مانع ناامنی بشیم. پس شما برای چی هستید؟ شما باید در اصل مانع ناامنی بشید. وقتی مانع ناامنی شدید، امنیت تامین میشه. یعنی واقعا یک چنین شخصی در یک چنین مقام وقتی همچین حرفی میزنه، واقعا جای سوال پیش میاد که ایشون از نظر ذهنی و ایشون از نظر شعور و از نظر سواد دفاعی در چه حدیه. و وا اسفا بر اون نیروی یک چنین فرماندهی داره. ایشون میگه ما نباید مانع ناامنی بشیم. مردم تکلیفتون با اونها روشنه، اینها نگران ناامنی شما نیستن. داریم میگه ما نباید مانع ناامنی شیم، نگران ناامنی شما نیستن، اینها نگران امنیت خودش، تولید امنیت کنیم. وقتی یک نیروی نظامی، وقتی یک ساختار نظامی میاد میگه ما باید تولید امنیت بکنیم، یعنی امنیت خودش رو تعریف میکنه، امنیت نظامی تعریف کنه. یعنی از فردا شما باید منتظر حکومت نظامی باشید. صحبت از امنیت تهران بود، صحبت از تأمین امنیت تهران توسط قرارگاه سارالله، و ایشون داره میاد میگه ما باید تولید امنیت بکنیم، یعنی تعریف جدید از امنیت بکنیم. و در واقع میگه نباید مانع ایجاد ناامنی بشیم. دیگه وقتی یک نیروی نظامی کارش در اصل تامین امنیت ملی کشور و امنیت مردم اون کشور است، میاد میگه ما نباید مانع ایجاد ناامنی بشیم، عزیزان تکلیف همه ما روشن. تکلیف این فرمانده، این نیرو و نیروهای زیر دست اون با ما روشنه. حالا اون کسایی که میگن آقا ما بایستی مسالمت آمیز مبارزه بکنیم، اونهایی که میگن ما این هستیم و آن هستیم و باید دموکراتیک پیشرفت و فلان، اینها صحبتشون سر جای خودشون. ایشون داره صحبت از امنیت میکنه و میگه ما نباید مانع ایجاد ناامنی بشه، یعنی ناامنی ایجاد بشه تا ما تولید امنیت کنیم. ایشون از یک طرف ناامنی رو در جامعه سیستمش ترویج میکنه، از یک طرف دیگه میاد تولید امنیت و تعریف امنیت خودش رو میکنه. دیگه تکلیف ما معترضین و کسایی که اعتصاب میکنن، کسایی که ناراضی هستن، براندازان و تمام اون کسایی که در نقطه مقابل این رژیم قرار گرفتن، دیگه تکلیفمون روشنه و به وضوح میدونیم باید چه کنیم. ایشون در بخش دیگری از صحبتش با اشاره به اعتراضات و اعتصابات اخیر در کشور عنوان کرده که همه دستگاه‌ها باید تلاش خود را برای تولید امنیت انجام دهند. دیگه مشخصه است. به هر حال صحبت از این بود که اینها چه صحبتی دارن میکنن، در کجا دارن این صحبت رو میکنن و چه چیزی در صحبت اینها هست، همه اونها باز شد. امیدوارم که ما بتونیم
تا اونجایی که میتونیم من و دیگر همکارانم چه در اینجا چه در هر جای دیگه، چه در رسانه های دیگه، در تلویزیون های مختلف، رادیوهای مختلف، بتونیم رمزگشایی کنیم، کدها رو باز بکنیم و چشمنداز ها رو با توجه به این مطالب عنوان بکنیم. به امید اون روزی که این کشور روی آرامش ببینه، به امید اون روزی که دست این نیروها از ثروت و امنیت کشور کوتاه بشه. من در آخرین نکته که میخوام عنوان بکنم، نیروهای سپاهی و نیروهای نظامی باید بدونن تحت امر چه فرماندهانی هستن، که از نظر سواد و شعور نظامی در چه سطحی هستن و از نظر تعهد به امنیت مردم در چه سطحی هستن. فرماندهی که میگه ما نباید مانع ایجاد ناامنی شیم، هر کسی که این صحبت من رو قبول نداره به سایت تسنیم مراجعه کنه. سایت اینجا روبروی من هست، من تصویر این رو میگیرم برای شما میذارم تا شما ببینید که در این تصویر اون چه که عنوان شده دقیقا این جمله ایشون هست. ایشون گفته ما مانع ناامنی نباید بشویم و شما نیروهای تحت فرمان یک چه فرماندهی هستید. تکلیفتون هم با فرمانده روشنه، هم با مردم روشنه، هم با آینده این کشور که اگر روزی از دست این رژیم خلاص شد شما در کجا ایستاده بودید. شما در طرف کسانی ایستاده بودید که با ایجاد ناامنی مشکلی نداشتن. به امید آرزوی پیروزی و آزادی کشور موفق باشید.